وای سلام، خدای نگاه کن کی اومده. قدرت و زمان وفادوست. پس از بازی در اولین تئاترش، عنوان هنری شهلا ریاحی از سوی همسرش برای او انتخاب می شود. متولد 1305 در تهران. در 14 سالگی با اسماعیل ریاحی نمایش نام نویس و کارگردان ازدواج می کند و در 17 سالگی به پیشنهاد همسرش وارد تئاتر می شود. 17 سالم بود دست من گرفت برد به تئاتر. خانواده سنتیش با ورود او به تئاتر مخالفند و به اسماعیل ریاحی اعتراض می کنند که چرا زن جوانش را روی صحنه برده است. گفتن یا میای بیرون از تئاتر یا طلاقت میگیریم یا میکشمت. به گفته شهلا ریاحی بعد از ورودش به عرصه سینما همه خانواده‌اش سیاه میپوشند و میگویند قدرت و زمان مرده است و دیگر برای ما وجود ندارد. گل از این گلای زیبا بخرین آقا، این گلا براتون شانس میاره. اما شهلا ریاحی با عصیان علیه سنت‌ها و رسومی که زن را فقط در اندرونی خانه پنهان میکرد به دنیای تئاتر و سینما پا میگذارد. اولین تئاترش با عنوان سیاست‌های هارون الرشید به کارگردانی معز الدیوان فکری است. تئاتر بعدیش دختر ولگرد بارها روی صحنه می‌رود و موجب محبوبیت او می‌شود. در سال 1330 با بازی در فیلم خواب‌های طلایی به کارگردانی معز الدیوان فکری وارد سینما می‌شود و بعد از آن در فیلم‌های مختلفی همچون دختر چوپان، درشکچی، جاده مرگ، گدایان تهران، چرخ و فلک و خانه خراب بازی می‌کند. در سال 1335 فیلم مرجان را بر اساس فیلمنامه‌ای از منوچهر کیمرام تهیه می‌کند و خودش نیز نقش اصلی زن را در کنار محمد علی جعفری در فیلم بازی می کند و احمد شیرازی فیلم برداری و دکوپاژ کار را بر عهده می گیرد. در تاریخ سینمای ایران از شهلا ریاحی به عنوان اولین فیلمساز زن یاد می کنند، اما پژوهشگران سینمایی فیلم را محصول کارگردانی جمعی می دانند و در تیتراژ فیلم نیز نامی از کارگردان نوشته نشده است. این فیلم ساخته شد و من به احترام پیشکسوتی آقای جعفری اسم کارگردان حتی من رو این فیلم نذاشتم، فقط نوشتم تهیه کننده شهلا. شهلا ریاحی زمانی تهیه کنندگی فیلم را بر عهده می گیرد که فیلم سازی امری مردانه به حساب می آید و جسارت او برای ورود به قلمروی ممنوعه راه را برای زنان پس از خود باز می کند. حضور شهلا ریاحی در جریان تولید و تهیه فیلم موجب شده تا فیلم با تمرکز بر شخصیت یک زن از لحن و دیدگاهی زنانه برخوردار شود. فیلم در گیشه شکست می خورد و شهلا ریاحی ترجیح می دهد به عنوان بازیگر به کارش در سینما ادامه دهد. در همان سال با سریال تلخ و شیرین وارد تلویزیون ملی می شود و سال بعد با سریال ایتالیا ایتالیا از شهرت بیشتری برخوردار می شود. انقلاب از راه می رسد و شهلا ریاحی نیز همچون زنان بازیگر دیگر به ناچار از تئاتر و سینما و تلویزیون دور می ماند. تا اینکه پس از 8 سال با بازی در سریال درخانه به کارگردانی بیژن بیرنگ و مسعود رسام به تلویزیون باز می گردد و در سال 66 با بازی در فیلم گل مریم فعالیتش در سینما را دوباره از سر می گیرد. او تا انتهای عمرش در بیش از 70 فیلم و سریال تلویزیونی بازی می کند. خدا نکنه آدم پیر بشه. با مرگ همسرش و از دست دادن شریک عاطفی و هنریش دلشکسته می شود.
سالهای انتهایی عمرش را با آلزایمر در مرکز سالمندان می گذراند و در نهایت در دهم دی ماه 1398 از دنیا می رود. اما نامش به عنوان کسی که نگاهی زنانه را وارد سینمای ایران کرد جاودانه می ماند. ما نمانیم و عکس ما ماند. کار دنیا همیشه برعکس است.